خانه های خانه ستاره. آکادمی آنلاین زبان ستاره، ویژه کودکان و نوجوانان از 3 سالگی. Once upon a time, King Cat was in the kitchen with little kitten and Pete. We've got a guest today, but sorry guys, I've got a letter to see. Hi guys, say something to Mr. Bones. He wants to say he can say everything about your bones. They make a sound, a very tiny squeaky sound that humans can't hear. But bats can hear. A very, very squeaky sound. For example, I'm a bat. Squeak! It goes and hits the object. آکادمی زبان آنلاین ستاره با روشی منحصر به فرد. پذیرش زبان آموز از سراسر دنیا. با ما تماس بگیرید. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، گوشه ای از این جهان یه خاله ستاره بود، یه خاله ستاره بود. از درخت قصه ها خاله رفت و قصه چی به همه ستاره ها، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید. سلام ستاره ی قشنگ، قصه ی امروز مهمان نوازی. یه شب پیرزن نحیف و لاغری بعد از یه راهپیمایی طولانی به خونه زنی رسید. از توی خونه صدای خنده و شادی می اومد. جشنی برپا بود و بوی کباب ها و غذاهای خوشمزه به مشام می رسید. پیرزن در زد. زن در رو باز کرد. تا پیرزن رو دید سر تا پای اون رو برانداز کرد و گفت: تو از من چی می خوای؟ خدا خیرت بده. میشه یکم به من غذا بدی؟ از راه دوری اومدم. نای راه رفتن ندارم. برو پی کارت پیرزن زشت بدجنس. برو. زن درو به روی اون بست. پیرزن لنگون لنگون از اونجا دور شد و به یه خونه فقیرانه رسید. زنی خمیده و خسته درو به روی اون باز کرد. پیرزن گفت: صاحب خونه، امشب منو به خونت راه میدی؟ من از راه خیلی دوری دارم میام، دیگه نای راه رفتن ندارم. زن اونو با روی باز به خونش دعوت کرد. زن کنار آتیش مشغول نخریسی شد. برای پیرزن زیراندازی انداخت و بهش گفت: حتما خیلی گرسنه ای. آره خیلی. ببخشید، چیز زیادی تو خونه ندارم. یکم نون دارم با شیر. شیر رو براتون داغ میکنم، با نون میل کنید. خدا عوضت بده دختر جون. پیرزن بعد از اینکه غذاشو خورد کنار زن نشست و به نخریسی اون نگاه کرد و با هم تا دمدمای صبح مشغول صحبت شدند. صبح زود زن بیدار شد. به چشمه رفت و آب گوارایی آورد. با هم صبحونه مختصری خوردن و موقع خداحافظی رسید. خدا عوضت بده. امیدوارم با تنت رو صورتت بشینه. زن چیزی از حرف پیرزن نفهمید. پیرزن قبل از رفتن از لباسش دونه هایی در آورد و برای پرنده ها ریخت و رفت. پرنده ها مشغول خوردن دونه ها شدند. زن به خونه رفت و دوباره مشغول ریسیدن نخ شد. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که زن بوی خوش عجیبی به مشامش خورد. بو از خارج کلبه بود. در رو باز کرد و دید جلوی خونش پر شده از گلای زیبای سرخ که عطر دلنگیزشون همه جا رو خوشبو کرده. گلا درست همون جایی که پیرزن دونه ریخته بود رویده بودن. خم شد و یکی از گلا رو بو کرد. در همین هنگام زن همسایه بدجنس که پیرزن رو از خودش رونده بود به اونجا اومد.
تا چشمش به زن مهربون مهمان نواز افتاد، از تعجب چشماش داشت از حدقه بیرون میزد. ببینم اینجا چه خبره؟ تو خودتی؟ آره، چطور مگه؟ چی کار کردی؟ برای چی اینقدر خوشگل شدی؟ من کاری نکردم. و بعد ماجرای پیرزن و دعای عجیب و دونه های سحرآمیزش رو تعریف کرد. زن همسایه با دو تا دست به سر و کلش کوبید و افسوس خورد. آخ آخ، دیدی چی شد؟ دیدی چه غلطی کردم؟ حالا خودتو ناراحت نکن، شاید پیرزن برگرده، اون وقت میتونی تلافی کنی. زن بدجنس همسایه روزا و شبا در انتظار پیرزن مون، برای اینکه شاید اونم بتونه از زیبایی و طراوتی که به همسایش داده شده بهره‌ای بگیره. تا اینکه بالاخره روزی از دور هیکل تکیده و نحیف پیرزن رو دید. زن همین که اونو از دور دید به سمتش شتافت و اونو به زور به داخل خونش برد و با انواع و اقسام غذاها و میوه‌ها و شیرینی‌های خوشمزه ازش پذیرایی کرد. دائم ازش میپرسید: من دارم خوب پذیرایی میکنم؟ متشکرم، متشکرم. هرچی بیشتر ازش پذیرایی کنم بیشتر به هم زیبایی و ثروت میده. آره حتما همینطوری میشه. به همین خاطر اونقدر به پیرزن اصرار میکرد که پیرزن بیچاره داشت کلافه میشد. موقع خواب شد، اما زن همسایه بیدار نشست و به پیرزن چشم دوخت. چرا صبر کنم تا فردا؟ اصلا همین الان از تو لباسش هرچی دونه سحرآمیز داره برمیدارم برای خودم. خب معلومه هرچی دونه بیشتر داشته باشم خوشگلتر میشم. بسو بگردم ببینم. اینا دونه های اینا هن؟ اینا که دونه های معمولی هن. نکنه اینا گولم زدن؟ آهای پیرزن، پاشو ببینم، پاشو، نگم پاشو، پاشو، پاشو. چی شده؟ چی شده؟ مگه به پرنده های اون زن دونه های سحرآمیز ندادی؟ دونه های سحرآمیز چیه دیگه؟ پس شما دوتا منو گول زدین. آره این همه ریخت و پاش کردم برای تو که چی بشه؟ زود باش، زود باش، برو از خونه من بیرون. الان شب دیر وقته، این کارو با من نکن، این کارو با من نکن، بیرون بهت میگم. زن بدجنس پیرزن رو بیرون کرد و دونه ها رو بیرون ریخت و درو بست. پیرزن که خیلی ناراحت و دلشکسته شده بود از صمیم قلب برای زن از خدا اینطور خواست: خدا عوضت بده، امیدوارم با تنت رو صورتت بشینه. فردای اون روز زن بدجنس از خونه بیرون اومد و دید که دونه ها تبدیل به خارهایی شدن. همین که شروع کرد به کندن خارها، ناگهان احساس کرد دستاش دارن مو در میارن. ترسید، ناگهان تغییر شکل داد و شروع کرد به عرعر کردن. وای، اون تبدیل به الاغی شده بود. به سمت خونه زن مهربون رفت و زن مهربون که فکر میکرد اون الاغیه که خونش رو گم کرده، بهش پناه داد. خداحافظ. بالا رفتیم ستاره بود، پایین خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز بر میگرده خیلی زود، باز بر میگرده خیلی زود. خاله ستاره دیگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود، پایین خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز برمیگرده خیلی زود، باز برمیگرده خیلی زود.